توی این ویدیو چالش فوتبالی آوردیم، ما 7 تا از بهترین بازیکنایی که توپ طلا گرفتن. زمین فوتبال به 6 قسمت تقسیم کردیم و هر قسمت امتیاز و چالش مخصوص خودشو داره. هر کدوم از بازیکن‌ها 3 بار فرصت دارن که از توی محوطه جریمه شوت کنن و توپشون هر جایی از زمین بیسه، چالش اون منطقه رو انجام میدن و امتیازشو میگیرن. امتیازای زمین از نزدیک به دور محاسبه میشه و هر چقدر نزدیک‌تر باشه امتیازش کمتر و چالش سخت‌تر، هر چقدر دورتر باشه امتیاز بالاتر و چالش آسان‌تر. دو تا مستطیل دراز اول زمین دریبل از دروازه است که 10 امتیاز داره. دو تا مستطیل بعدی سانتر از کورنر که باید گل بشه و 15 امتیاز داره. اما دو تا مستطیل بعدی مستطیل مجازاته که اگر توپ به بازیکن اونجا بیفته مجازات میشه و منهای 10 تا از امتیازش کم میشه. دو تا مستطیل بعدی چالش گل کردن کاشته است که 40 امتیاز داره و فقط دو بار میتونن انجام بدن. اما اگر توپی بیفته توی نیم دایره پشت محوطه جریمه بدون اینکه کسی چالشی انجام بده 20 امتیاز میگیره، چون سخته. و اما مستطیل آخری 50 امتیاز داره و فقط شرطش گل کردن یک پنالتیه، اما کسی توپش به اونجا نمیرسه. یارو نارم چرا بریم اولین بازیکن چه کسی در میاد تا اولین شانسش رو امتحان بکنه؟ کریم بنزما یا رونالدو؟ کریم بنزما. اولین چالش کریم بنزما میخواد انجام بده از سمت توی محوطه جریمه، میخواد شوتش بکنه که بره اون ته، میره یا نه؟ برو کنار، برو کنار، برو 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 اینجا وایس، برو 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 تو تا برو برو آخریه. فوش چالش کاشته دو بار فرصت 40 امتیازی. اینم بهتون بگم که هر بازیکنی توپ هر جایی که میندازه اگه اون چالشو بتونه انجام بده دیگه نمیتونه اون چالشو انجام بده، اما اگه نتونه اون چالشو انجام بده دوباره میتونه توپو بندازه همونجا و دوباره اون چالشو انجام بده. اولین کاشته کریم بنزما، کریم بنزما فقط دو بار فرصت داره این کاشته رو بتونه گل کنه و 40 امتیاز بگیره. اولین کاشته کریم بنزما روی دروازه مانوئل لایر گل میشه یا نه؟ در ورد یا ابد فاس یا علی مدد گل بشه بیرونه. بنزما اولین شانسشو هدر میده و 0 امتیاز میگیره. میریم سراغ بازیکن بعدی، امیدواریم که رونالدو یا مسی در بیانو بذارن بترکونن همه رو. اما این بار مودریچ نازاریو، مودریچ نازاریو، رونالدو نازاریو. حاجی رونالدو نازاریو دروخیز کرده توپ رو انداخت جلو، حالا رونالدو نازاریو شوتچ. آقا وایسا وایسا، این نویر احمق من توپ رو گرفت اومد اونوری میزدی مثلا یه بار دیگه. وای رونالدو 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 شوت رونالدو از گوشه گوشه به سمت جلو، کجا وای میس؟ اینجوری نمیشه. بعد بریم سراغ دستی دوم. آمار که الان من الان یه برو کنار وایسا ببینم، برو کنار همونجا وایسا. رونالدو برو رونالدو رونالدو بنده جلو. وای حاجی کم زد، کم زد رونالدو، وای رونالدو کم زد، وای نمیرسه 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 و باز هم رونالدو کاشته. کاشته دو بار فرصت 40 امتیازی. نازاریو دو بار فرصت داره تا 40 امتیازو بگیری. آقای نازاریو بعد گلش بکنی توی دو بار فرصت سک پدر گم شو کنار. نازاریو گلش میکنی یا خدا وکیلی. رونالدو نازاریو اولین ضربه چی میذاره مثلا دروازه گه مانوئل نویر گل یا نه؟ در میار آج این گله، این گله، گله نازاریو شوت توی دروازه 40 امتیاز. رونالدو نازاریو بالای بنزما قرار میگیره و 40 امتیاز از کاشته به نام خود میکنه. میریم سراغ بازیکن بعدی، پس دوباره گردونه رو میچرخونیم. وینمار کریستیانو رونالدو. باز دوباره مانوئل نویر رو تا ته میبریم سمت چپ. همونجا بمون، همونجا آره، همونجا بمون دیگه، همونجا. آ رونالدو میگه من میتونم بزنم بره تو گل. رونالدو از همونجا میره شوتشو میزنه. کریستیانو رونالدو فیش کنه پنالتیو گرفت. رونالدو تو پش میره روی خط پنالتی یا نه؟ میره روی پنالتی. چالش پنالتی یک فرصت 50 امتیاز. بله کریستیانو رونالدو پشتو قرار گرفت، فقط یک فرصت داره که بتونه این پنالتی رو تبدیل به گل بکنه تا از مانوئل نویر 50 امتیاز بگیره. شوتش وای 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 0 امتیاز. رونالدو اولین فرصتشو از دست داد و از چالش پنالتی 50 امتیازی هیچ امتیازی نمیگیره. باز دوباره گردن همچنان روی میره سراغ بازیکن بعدی، ان شاء الله که مسی در بیاد. مسی 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 نرو 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 نه مودریچ. باز دوباره مانوئل نویر به سمت چپ ماگل میکنه و مودریچ کارش شروع میکنه. حاجی این بار میخوام با مودریچ ریسک میکنم، اهل ریسک، میخوام بندازم دقیقاً اون دایره پشت محوطه نیم دایره. 20 امتیاز بگیری بری، همینجوری 20 امتیاز بگیری بری. آقای مودریچ حاضری؟ نه بعد تا تپور کنیم. نه 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 وای نیفته تو فوک وای نیفته تو مجازات. بدبخ شدیم. ای نه 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 پشت مجازاتی. آره پنالتی. آره کورنر 3 بار فرصت 15 امتیاز. آقای مودریچ 3 بار فرصت داری تا این کورنر رو تبدیل به گل بکنی. با سانت کردن پر کن پر کن پر کن پر کن پر کن پر کن وک وک بزن 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 وک. نمیره که خب سگ پدر اومدم اینجا وایس نمیذارم.
عقربی زد. خب بزن بره دیگه. وای مگه میشه تاق؟ مودریچ هم صفر امتیاز. لوکا مودریچ هم از فرصت کرنرش استفاده نکرد و صفر امتیاز گرفت و اومد ته جدول. تا اینجا هیچ کدومشون خوب کار نکردن. دوباره نگردن من میچرخونم من ببینم که کی در میاد. مسی در بیاد خوبه، باز هم بنزما. آقای بنزما شما چیکار میخوای بکنی؟ میخوای رکوردتو بزنی یا اینکه 20 امتیازی میخوای؟ 20 امتیازی بگیری خیلی خوبه. بنزما بزن 20 امتیازی، خدا وکیلی من کمکت میکنم. 20 امتیازی رو میزنی. نه زیاد زدی، زیاد زدی، 20 نمیونیسه. وای 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 بنزما کاش 40 امتیازی. دو بار فرصت بنزما 40 امتیاز. ها بنزما 40 امتیاز، دو تا فرصت بیچاره روی بنزما. کریم بنزما شوتر رو میزنه، میخوره تاق دروازه، گل نیست. این آخرین فرصت بنزما بود تا بتونه کاشش گل کنه. اما بنزما گل خدا شده. این گل هاجی گل 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 توی دروازه کریم بنزما. 40 امتیاز بنزما از فرصتش استفاده کرد و بالاخره تونستش با کامبکی که میزنه 40 امتیاز بگیره و هم امتیاز نازاریو باشه. میچرخونیم دوباره گردونه رو. این بار مسی میافته، لیونل انکار مسی. بابا وای سایت توف تو روح ده. هر بار ما باید بریم اینو ببریم این ور اون ور، ای سگ باز یا چیا. بله آقای مسی خان، ما تو چالش من از مسی لحظه بپرسم که کدوم میخواد انجام بده. آقای مسی خان قربان شما، خوبی چطوری؟ کدوم میخوای انجام بدی؟ پنالتی رو من میگم برو. پنالتی حل. پیشنهاد من پذیرفت. نویر کو؟ به آن راسته، اونجا داره ول میچرخه. از بر بریم اینور، از بریم اینور، نویر اونور میاد میزنه پدرمون در میاد. آقا بزن شوتر رو، شوتر رو بزن، خدا وکیلی بزن. مسی مسی توی محوطه بود. توی محوطه بود، اصلا قبول ندارم. وای مسی بری بیرون حساب نیستا. وای 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 پنالتیه، پنالتیه. لیونل مسی. 50 امتیاز یک بار فرصت، چالش پنالتی. یه برو تو چی میگی اینجا؟ تو چی میگی اینجا؟ وای مسی مسی یه بار فرصت داری. مسی بزن همون سمت. مسی گله، مسی گله، مسی گله. گل بشه. 50 امتیاز میگیری لیونل مسی. میگیره بوز. نویر اجازه گرفتن 50 امتیاز به مسی نمیده. پس مسی هم 0 امتیاز میگیره توی جدول. میریم سراغ بازیکن بعدی. تو دوباره گردونه رو بچرخونیم ببینیم که کی در میاد. رونالدو نازاریو 40 امتیازی. نازاریو 40 امتیاز داشت و توی شانس دومش فرصت اینو داشت تا با چالش پنالتی به امتیاز 90 برسه. آقای رونالدو نازاریو به نظرم شما 50 امتیاز امتیازی چی دارم میگم؟ آقای نازاریو شما 50 امتیازی رو بزنی کسی به گرد پاتم نمیرسه. بزن 50، بزن 50 میتونی ها. اینم بهتون میگم چون رونالدو نازاریو کاشتر رو انجام داده بیفته توی لاین کاشته، باید دوباره از اول بزنه. بزن رونالدو، بزن رونالدو، بزن. هاجی میزنه، پنالتی رو میزنه، 100 درصد پنالتی رو میزنه. برو 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 برو. نه لاین نکاشه از اول. آقای رونالدو استغفر الله و ربی و تو بلای. کجا داری میری؟ کجا داری میری بابا؟ سرویس کردی تو منو؟ بیا برو دیگه، اینجوری کن، بعد اینجوری همین رو شوت کن. وای هاجی مجازات نشی فقط. وای 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 کجا انداختی رونالدو؟ مجازات 10 تا از امتیازهای رونالدو نازاریو کم میشه و توی جدول با یک پله سقوط زیر بنزما قرار میگیره. چرا بد شد هاجی؟ رونالدو نازاریو نباید این کارو میکرد. رونالدو نازاریو باید میزد 50 امتیاز رو. حالا دوباره مسیه. آقا بریم پنالتی قبوله؟ بریم رونالدو، بذار برم دیگه. نرم بریم پنالتی، بریم اشکال نداره. شما هم حالا اومدی واسه شو پنالتی میره. رفیق باشیم با هم دیگه. طبق صحبت هایی که با لیونل مسی کرده بودم گفتش که من پنالتی میخوام و بعد میرشم واسه پنالتی. برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار، برو کنار. وای مجازات نشیم فقط، مجازات نشیم فقط. چقدر بد زد کاشته. مسی دوبار فرصت داری، مسی دوبار فرصت داری، مسی دوبار فرصت داری، مسی دوبار فرصت داری. کاشته میلیون مسی به سمت دروازه مانوئل نویر شوتش همون اولی گله. 40 امتیاز مسی با دومین فرصتش تونسته 40 امتیاز بگیره و کنار کریم بنزما صدر جدول قرار بگیره. رفتیم سراغ بازیکن بعدی. اما این بار دیگه خدای بعد رونالدینیو کاکا در بیان. آقا رونالدینیو در بیان، بار کلا رونالدینیو. این بار بعد شعار فوتبال تصمیم میگرفت که چه امتیازی واسه خودش به ارمغان میاره. 40 50 یا کمتر تا جایی که میتونی بیا عقب. حالا برو، حالا برو، حالا برو. سومی هم بزن، حالا شوتت عالی. 50 رو زدی، 100 درصد 50 رو زدی، 100 درصد 50 رو زدی. برو برو. واو 40 امتیاز. دوبار فرصت کاشته رونالدینیو. دوبار فرصت بیشتر نداری. رونالدینیو افسه جمع کن. رونالدینیو، رونالدینیو تمومه. اون اولی گله. رونالدینیو با اولین فرصت 40 امتیاز از کاشته گرفت و کنار مسی و بنزما صدر جدول قرار گرفت. پس باز دوباره گردونه رو میچرخونیم. اگه مسی و نازاریو در بیان با بنزما آخری فرصتشون رو. بله لیونل مسی آخرین فرصتش. مسی تنها یک شانس داشت تا بتونه 90 امتیاز واسه خود بکنه و اونم شانس گرفتن چالش پنالتی بود. از سوم عوض زد، 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 از سوم عوض زد. مسی میگیره چالش پنالتی یا نه؟ وایس ها تو 50 امتیاز یک فرصت پنالتی. وای هاجی وای وای. مسی وسط بزن، خدایی وسط بزن به نظرم یا اول فصل.
وای توی دروازه مسی 90 امتیاز. مسی آخرین شانسش رو تبدیل به گل کرد و با 50 امتیازی که گرفت شد 90 امتیازه و صدر جدول قرار گرفت. حاضر بگردن هم چرا کنیم، امیدواریم که نازاریو یا بنزما در بیان که تکلیفش روشن بشه، اما نه لوکا مودریچ که در حقش ظلم شده بود و به سختی میخواست کارشو انجام بده، این بار باید دوم شانسشو امتحان میکرد. برو مودریچ میتونی بزن مودریچ. وای حاجی میرسه برو. نه لب خط پنالتی وی آر خیر اصلا روی خط هم نیست، اگه روی خط بود واسه پنالتی میگرفتن ولی کاشته. مودریچ دو تا فرصت بیشتر نداری آقای لوکا مودریچ، یا گلش میکنی یا اینکه میری. لوکا مودریچ نه مثلا مودریچ گله ها بیرون. هیچی مودریچ دومین شانسش هم از دست میده و باز هم صفر امتیاز میگیره. این بار هم گرونه رو چرخوندیم تا منتظر باشیم بازیکن بعدی در بیاد. نازاریو آخرین شانست آقای نازاریو با آخرین بعد شانسی که آورده بود 40 امتیازش به 30 امتیاز تبدیل شده بود و حالا باید هر جوری که شده پنالتی 5 امتیازی رو مال خود میکرد. رونالدو بزن از توی محوطه میزنه، بلند و چابک اومده واسه انتقام. نمیرسه. کاشته رفتی آقای رونالدو؟ بله کاشته رفته از دوباره. آقا اصلا خیز خاصی برنان رو شما همینجوری برو لب خط رسیدی بزن. آنجا عالی زدی آجی، رسید تو بشه، رسید. بله توی محوطه پنالتی 50 امتیاز، یک فرصت، چالش پنالتی. آقای رونالدو نازاریو یه فرصت بیشتر نداری، یه فرصت. اگر بتونی گلش کنی 90 امتیاز میشی و هم امتیاز میشی با لیونل مسی. زرمشو میزنه به مانوئل نویر و توی دروازه است. 90 امتیاز. البته نه 90 امتیاز نه، به خاطر اینکه یه امتیاز 10 امتیاز ازش کم شده بود. 80 امتیاز. نازاریو هم آخرین شانسش تونست 50 امتیاز به دست بیاره و زیر مسی به اون نفر دوم قرار گرفت. از طرفی سراغ بازیکن بعدی گرنا رو چرخوندیم، اما رونالدینیو با 40 امتیازی که داشت میتونستش 50 امتیاز هم اینجا بگیره و در دومین شانس خودش به امتیاز 90 مسی برسه. رونالدینیو رو بزن از توی محوطه زد وی آر بدون نشون میدن. برو کنار، برو تو محوطه پنالتی رو میگیره. 50 امتیازی، یک بار فرصت، چالش پنالتی. رونالدینیو همین ور اینجا نزن، این ور بزن نمیپره. وای توی دروازه رونالدینیو 90 امتیاز. رونالدینیو با دومین شانسش به امتیاز مسی رسید و با مسی صدر جدول قرار گرفتن. بار دیگر گردنرم چرا اون چابازی کنه بعدی در بیاد؟ چه عجب، بالاخره آقای کاکا در اومد. آقا برو بزن همین توی محوطه بود، توی محوطه 100% میرسه. برو کنار. همون اول پنالتی. کاکا در اولین شانسش پنالتی 50 امتیازی و با یک بار فرصت به دست آورد. کاکا وسط نزن. وسط بزن گل میشه. 50 امتیازو گرفتی کاکا عزیز من. تو دروازه 50 امتیاز. کاکا در اولین فرصتش پشمای همه رقیبا رو ریخت و با 50 امتیاز پنالتی بالای بنزما قرار گرفت. بار دیگه سراغ گردون رفتیم و چرخوندیم شو این بار. کریم بنزما آخرین فرصتش. بنزما پنالتیو بگیر. گرفتی پنالتیو. 100% بهت قول میدم پنالتیو میگیری بیشترم میره. برو کنار. سگ تو روح مثلا خدایی بره دیگه. خدایی میره. آقای بنزما رفت پنالتی. آماده شو بنزما. بنزما گرم کن. پنالتی رو میگیره. بنزما آخرین شانسش این بود که بتونه 50 امتیاز پنالتی بگیره و همونجا رو هدف گرفت. حاجی واقعا سخته. واقعا الان نمیدونم نویر کدوم سمت میپره، ولی احساس میکنم این طرف بزنیم خوب نیست. بزنیم این طرف. نه میگم بذاریم این طرف چون داره بد نگاه میکنه اون ور و قطعاً اینجا گل. چون حس ششم من هیچ وقت اشتباه نمیگه. من توی دروازه است. 90 امتیاز بنزما. بنزما با 50 امتیاز که از پنالتی به دست آورد 90 امتیاز گرفت و کنار مسی صدر جدول قرار گرفت. باز هم گردونه رو چرخوند. وای رونالدینیو 90 امتیازی آخرین شانس خودش رو تجربه میکنه. رونالدینیو 50 امتیازی پنالتی رو گرفته، 40 امتیازی کاشته هم گرفته، اما الان میتونه 20 امتیازی رو بدون چالش بگیره. منتها اگه نتونه 20 امتیازی رو بگیره 10 امتیاز ازش کم میشه و ریسک بزرگیه. رونالدینیو استرس زیادی رو تحمل میکرد و با قدم هایی آرام آرام به سمت محل شوت زنی میومد. 20 امتیاز یا منهای 10 امتیاز. برو کنار. نمیرسه.
وای نره تو مجازات، نره تو مجازات. شانس آوردی رونالدینیو، کورنر 3 بار 15 امتیاز. رونالدینیو 3 بار فرصت داری، تمرکز کن قشنگ، داری چیکار میکنی؟ گوش کن، گوش کن بهت میبین چی دارم میگم. تمرکز 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 تمرکز. بزن رونالدینیو، رونالدینیو بزن برسو گلا، رونالدینیو رونالدینیو و توی دروازه رونالدینیو با 15 امتیازی که به دست آورده به امتیاز 105 میرسه و رکورد همه رو میشکنه. فقط 3 نفر مونده بودن، آیا کسی میتونست رکورد رونالدینیو رو بزنه یا نه؟ کاکا دومین شانسش، از همینجا بزن. کاشتر رو میگیری، کاشتر رو گرفتی، کاشتر رو گرفتی، تمامه، کاشتر رو گرفتی، تمامه، 100 درصد تمامه، کاشتر رو گرفتی، کاشتر رو میگیره کاکا. دو فرصت 40 امتیاز، چالش کاشته. دو تا فرصت بیشتر نداری، اولی گل کن بریم. وای توی دروازه کاکا با 40 امتیازی که به دست آورد در دومین شانسش به امتیاز مسی به بنزما میرسه و باز هم گردونه. نه کاکا نه. آهان لوکا مودریچ، آخرین فرصتش. مودریچ هیچ امیدی برای قهرمان شدن نداشت، ولی برای ادامه دادن چالش حتما باید بیشتر امتیازو میگرفت. از تو زد حواسم هستش. برو فقط هان پنالتی، یک فرصت 5 امتیازی، چالش پنالتی. بذار یه چهرهشو ببینم الان، بهت میگم کجا بزنی. یه لحظه الان چهرهشو ببینم. آقا راست گل، راست گله، مطمئن باش راست گله، 100 درصد مطمئن باش راست گله. دیدم چهرهشو رو، تمام گل داداش، داداش من میگم میبینمش، میشناسمش، تو بگو نه. 50 امتیاز مودریچ با 50 امتیازی که از پنالتی به دست آورد بالاتر از رونالدو، یکی مونده با آخر قرار میگیره. فقط دو نفر مونده بودن تو گرونه، پس باید تکلیف روشن میشد. وای آخرین شانس کاکا. فقط یک راه برای قهرمانی داشت، اونم گرفتن 20 امتیاز بود که خیلی نزدیک به مجازات بود، پس باید ریسک بزرگی رو تحمیل میشد. حاجی وایسا، تو رو خدا وایسا. وای یکم دیگه نه. کاکا بدون انجام دادن چالش جدید و در آخرین فرصتش امتیازشو از 90 به 80 رسوند و شانس قهرمانیش از دست رفت. فقط رونالدو رو تو گرونه داریم و یک شانسش رفته، هیچ امتیازی هم نگرفته، پس باید در شانس دوم سومش انجام بده تا ببینیم چیکار میکنه. پنالتی رو نگرفتی فکر کنم، پنالتی رو گرفتی، نگرفت. کاشته. 40 امتیازی، دو بار فرصت. رونالدو بزن بره تو گل، ناکل بزن میره تو گل، مطمئن باش به من اعتماد کن. سگ بدر مثل اوقا با ما توپ دوزید. تمام میکنن ناکلش ها توی دروازه. 40 امتیاز رونالدو از دوباره میشانسه، 40 امتیاز گرفت، اما باز هم زیر مودریچ بود، پس رفت واسه شانس سومش. رونالدو برای اینکه آخرین نفر نشه حتما باید بیشتر از 10 امتیاز کسب میکرد. آروم برو بزن، بهت قول میدم پنالتی تمومه، تضمین میدی گنم برات اگه بره روی خطه، اگه رو خط باشی میگیرم واسط. بله بیشتر خطو گرفته، تموم، پنالتی رو باید بزنی. پای ساجی گلش نکنی آخر پیش سب کن. این میپره، واقعا نمیدونم کجا میپره، وسط بزن. وایسا نگاش کنم. حاجی این رو میگیره، بزن اون ور. من میگم بزن این ور، به من گوش کن، گل میشه. قول میدم بهت رونالدو، گفتم بدون من گوش کن. رونالدو به امتیاز 90 میرسه و کنار مسی و بنزما به کار خود خاتمه میده. رونالدینیو قهرمان این رقابت ها شد و مودریچ به خاطر حالا ظلم هایی که بهش شد آخر نفرشون. بهم کسی ویدیو لذت ببره بچه، حتما لایک کنید ویدیو رو که لایکاتون به ویدیو خیلی کمک کنید. دمتون گرم، خدا نگهدارتون.